این کنار به عنوان مدیال بوردر یا کنار داخلی استخوان در نظر گرفته میشه. به صورت خیلی خلاصه یک بار دیگه سطوح کناره ها و زاویه ها را مرور میکنم. استخوان کتف جزء استخوان های پهن بدن هستش، مثلثی شکل هستش، دارای دو سطح قدامی و سطح خلفی هستش. سطح خلفی را با وجود خار اسکاپولا میتونیم به راحتی تشخیص بدیم و قاعدتا سطح مقابل اون به عنوان سطح قدامی در نظر گرفته میشه. خار اسکاپولا را اگه به سمت خارج ادامه بدیم به آکرومیون میرسیم. با شناسایی آکرومیون و از طرف دیگه شناسایی گلنوید کویتی میتونیم به اینکه این زاویه خارجی استخوان هستش، لترال انگل یا زاویه خارجی استخوان هستش و این کنار به عنوان کناره خارجی استخوان در نظر گرفته میشه، لترال برده، و کنار و زاویه مقابل اون به عنوان زاویه فوقانی سوپریور انگل و همینطور مدیال بوردر یا کناری داخلی در نظر گرفته میشه. این استخوان مثلثی شکل هستش، قاعده استخوان به عنوان کناری فوقانی در نظر گرفته میشه سوپریور بوردر و رأس مثلث به عنوان اینفریور انگل در نظر گرفته میشه. و ما در اینجا سطح قدامی استخوان اسکاپولا رو داریم که در سطح قدامی حفره کم عمقی وجود داره به نام حفره ساب اسکاپولاریس، همینطور که در تصویر دیده میشه جایی که با موس نشون داده میشه به عنوان حفره ساب اسکاپولاریس شناخته میشه که عضله با همین نام از این حفره مبدا میگیره. مطلب بعدی بریدگی اسکاپولا هستش، بریدگی کم عمقی که در کناره فوقانی استخوان اسکاپولا وجود داره که در بعضی از کتاب ها همینطور که در این تصویر هم نوشته شده به نام بریدگی سوپرا اسکاپولا نامیده میشه. و مسئله بعدی در مورد استخوان اسکاپولا وجود زایده کوراکوئید یا زایده منقاری هستش، چیزی که در تصویر دیده میشه به نام زایده کوراکوئید نامیده میشه و انشاءالله در بخش عضلات صحبت خواهیم کرد که چه عضلاتی به این زایده کوراکوئید اتصال دارن. در اینجا تصویری را داریم از سطح خلفی استخوان. در سطح خلفی استخوان اولین لندمارکی که قبل هم در مورد صحبت کردیم خار شانه یا اسپاین آف اسکاپولا هستش که به راحتی قابل تشخیص هستش و لندمارکی بود برای تشخیص سطح قدامی از سطح خلفی. بر اساس وجود خار میتونیم سطح خلفی را به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش در بالای خار به عنوان حفره فوق خاری یا سوپرا اسپیناتوس فوسا و یک حفره در زیر خار به عنوان حفره تحت خاری یا اینفرا اسپیناتوس فوسا هستش که عضلاتی به نام سوپرا اسپیناتوس ماسل و اینفرا اسپیناتوس ماسل به این دو تا حفره اتصال دارن. ان شاءالله در بخش عضلات در موردشون به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در اینجا استخوان ترقوه یا چنبره رو داریم یا استخوان کلاویکل، جزء اولین استخوان‌هایی هستش که در بدن تشکیل میشه و دارای دو تا سطح هستش، سطح فوقانی و سطح تحتانی هستش و دارای دو کنار قدامی، آنتریور بوردر، پوستریور بوردر هستش. در این تصویر هم آنتریور بوردر کنار قدامی و کنار خلفی پوستریور بوردر دیده میشه و دارای دو انتهای داخلی یا انتهای استرنال هم گفته میشه و انتهای خارجی یا انتهای آکرومیال که در چند اسلاید قبلی اشاره کردم که انتهای آکرومیال محلی هستش که در تشکیل مفصل آکرومیوکلاویکولار نقش داره و انتهای استرنال هم در تشکیل مفصل استرنوکلاویکولار اهمیت ویژه‌ای داره. و اما در سطح تحتانی استخوان ترقوه نیمه خارجی اون یک برجستگی داریم به نام کنوئید توبرکل و یک خطی رو داریم به نام ترابزوئید لاین، همینطور که در تصویر نشون داده شده کنوئید توبرکل و ترابزوئید لاین. و اما به این خط و این توبرکل همینطور که در این تصویر دیده میشه دو تا ربات به همین نام اتصال داره که گفته میشه کنوئید لیگامون، همینطور که در تصویر میبینید کنوئید لیگامون و ترابزوئید لیگامون که مجموعاً این دوتا به سمت هم حرکت میکنه و میان و میچسبن به کوراکوئید پروسس از استخوان اسکاپولا. به مجموعه لیگامان کنوئید و ترابزوئید لیگامان کوراکو کلاویکولار گفته میشه که در این تصویر مجموعه اون دیده میشه و این ربات باعث استخدام